با سلام به برنامه دیگری از ایران و جهان خوش آمدید. با من مهران میرزایی همراه باشید در برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت با مروری بر آخرین تحولات مهم هفته. در این برنامه نخست به گزارش اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز در خصوص رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال 2014 خواهیم پرداخت. در ادامه از ارسال ناوهای جنگی ایران در اقیانوس اطلس و واکنش پنتاگون به آن می‌گوییم و نیز گذری داریم به نحوه درخواست اخیر عربستان برای نشست فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل درباره بحران سوریه و در پایان نیز گزارشی داریم از گرد همایی فعالان سیاسی اجتماعی در دانشگاه لندن با محوریت بررسی کارنامه 34 ساله جمهوری اسلامی. با ما همراه باشید. گزارشگران بدون مرز رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال 2014 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی در میان 180 کشور جهان رتبه 173 را کسب کرده و کشور سوریه نیز به عنوان خطرناکترین کشور برای روزنامه‌نگاران معرفی شد. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین گفته که وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران در دولت حسن روحانی تغییر چندانی نکرده. گزارشی داریم از وضعیت آخرین رسانه‌ها در ایران و پس از آن مهستان بختیاری نگاهی انداخته به محدودیت‌های رسانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران و نقش رسانه‌های آزاد در شکل‌گیری و استمرار دموکراسی در نظام‌های سیاسی. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش خود کشورهای جهان را بر اساس آزادی رسانه‌ها رده‌بندی کرده است. بر این اساس در میان 180 کشور جهان فنلاند، هلند و نروژ در صدر جدول و ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در قعر آن قرار گرفتند. رتبه جمهوری اسلامی ایران نیز 173 است. در این گزارش آمده است وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران نسبت به سال قبل تغییر چندانی نکرده و کنترل همه جانبه دولتی بر این عرصه حاکم است. گزارشگران در بیانیه خود نوشته است در پایان سال 2013 میلادی ایران با 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 کشور دنیا بوده که زندان روزنامه‌نگاران محسوب می‌شود. این سازمان نوشت با وجود آزادی برخی زندانیان سیاسی، وعده‌های حسن روحانی برای آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی بی‌نتیجه مانده است. فشار دستگاه امنیتی بر روزنامه‌نگاران رسانه‌های بین‌المللی و مستقل مستقر در خارج از کشور و خانواده‌های آنها در داخل کشور همچنان ادامه دارد. آذر ماه امسال نیز کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود با اعلام اینکه ترکیه بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان است گفته بود ایران و چین در رده‌بندی این کمیته دوم و سوم و پس از ترکیه قرار دارند. به نوشته کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، کشورهای ترکیه، ایران و چین تقریباً بیش از نیمی از روزنامه‌نگاران دربند جهان را در خود جای دادند. در ادامه گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است افغانستان رتبه 128 را دارد. بر این اساس کشور تاجیکستان نیز در مقام 115 قرار گرفته است. فنلاند هم به لحاظ رعایت آزادی مطبوعات برای چهارمین مرتبه رده اول این ارزیابی را کسب کرده و هلند و نروژ در مقام‌های دوم و سوم قرار گرفتند. ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در رده‌بندی گزارشگران بدون مرز سگانه جهنمی کشورهای دیکتاتوری را تشکیل می‌دهند. رده‌بندی گزارشگران بدون مرز نشان دهنده تنزلی بس جدی در وضعیت آزادی اطلاع رسانی در کشورهای متفاوتی چون آمریکا، آفریقای مرکزی و گواتمالا است. از سوی دیگر، بهبود آشکاری در وضعیت اکوادور، بولیوی و آفریقای جنوبی به چشم می‌خورد. رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در جهان در سال 2014 میلادی بر اساس 7 شاخص از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز صورت می‌گیرد. این شاخص‌ها عبارتند از سطح سرکوب و فشار، کثرت‌گرایی، استقلال، فضای عمومی و خودسانسوری، چارچوب‌های قانونی، شفافیت و توانمندی زیرساخت‌ها.
روزنامه‌ها و مطبوعات نقش مهمی رو در رشد و آگاهی و بازتاب عقاید و نظرات و افکار عمومی یک جامعه ایفا می‌کنند. بی‌جهت نیست که از مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی در جوامع یاد شده و یا به گفته والتر لیپمن، یکی از بزرگترین نظریه پردازان حوزه اطلاع رسانی، روزنامه کتاب مقدس دموکراسی هستش. بنابراین به خوبی می‌بینیم تا چه اندازه میشه بخشی از سلامت دموکراسی در یک جامعه رو از طریق گردش آزاد اطلاعات، استقلال رسانه‌ها و امنیت فعالین حوزه رسانه‌ای در اون جوامع مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. در حکومت‌های اقتدارگرا که معمولاً منابع مادی و غیر مادی در خدمت حفظ منافع هیئت حاکمه عمل می‌کنن، اگرچه رسانه‌ها وجود دارن ولی اساساً این رسانه‌ها بسیج میشن تا زبان گویای هیئت حاکمه باشن و در جهت حفظ منافع هیئت حاکمه تلاش بکنن. از این رو هستش که در چنین جوامعی به صرف حضور این رسانه‌ها نمی‌توان در مورد سلامت دموکراسی در این جوامع اظهار نظر کرد. بنابراین سازمان‌های مختلف، چه در حوزه حقوق بشر، چه سازمان‌هایی که وضعیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران رو در جهان پیگیری می‌کنن، تنها به این موضوع اکتفا نمی‌کنن، بلکه پارامترهای دیگه‌ای رو در واقع مورد ارزیابی قرار می‌دن، از جمله اینکه تا چه اندازه این رسانه‌ها می‌تونن در واقع نمایندگی بکنن آرا و نظرات بخش عمده جامعه و دیدگاه‌ها و عقاید گروه‌ها و صنوف مختلف رو. یکی از کشورهایی که همیشه در این زمینه، یعنی حوزه رسانه‌ای، بحث و جدل‌های زیادی در موردش مطرح بوده، ایران بوده. اگرچه جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته همواره مدعی بوده که در ایران رسانه‌ها از آزادی عمل زیادی برخوردار هستند، ولی گزارش‌های مختلفی در این زمینه منتشر شده از سوی سازمان‌های مختلف در واقع خلاف این موضوع رو ثابت می‌کنه. ما دست کم در سال 2013 شاهد گزارش‌های متعددی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه حقوق بشری یا حوزه‌ای که مربوط به وضعیت روزنامه‌نگاران در بودیم که در زمینه ایران منتشر شدن و همگی در واقع ابراز نگرانی می‌کردن از وضعیت وخیم روزنامه‌نگاران و یا حتی فعالین حقوق بشر. از جمله این گزارش‌ها، گزارش اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز است که در دو سه روز اخیر منتشر شده، یک مقایسه آماری رو داره در زمینه آزادی مطبوعات در بیش از 180 کشور جهان، از جمله در ایران هم به این موضوع پرداخته و مورد بررسی و ارزیابی قرار داده. این موضوع رو میدونیم که سازمان گزارشگران بدون مرز یک سازمان غیر انتفاعی و بین‌المللی هستش و تنها به موضوع ایران در این زمینه نپرداخته، بلکه در گزارش‌های سالیانه خودش به وضعیت روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در سراسر جهان می‌پردازه. در تازه‌ترین گزارشش در واقع یک مقایسه آماری رو داره در زمینه آزادی مطبوعات در 180 کشور جهان که متأسفانه در این رتبه‌بندی ایران در قعر این رتبه‌بندی قرار گرفته، در رتبه 173 در کنار کشورهایی چون سومالی. همچون دیگر گزارش‌هایی که در سال 2013 از سوی سازمان‌های حقوق بشری یا دیگر سازمان‌ها منتشر شده، در این گزارش هم مشخصاً اشاره شده به روی کار آمدن دولت جدید در ایران و وعده‌هایی که دولت جدید در زمینه برچیدن فضای امنیتی در کشور داده و اشاره کرده که متأسفانه هنوز نگرانی جدی در این زمینه وجود داره، مشخصاً هم به زندانی بودن 50 روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس در این زمینه اشاره کرده. از جمله موارد دیگه‌ای که به در این گزارش ما مشاهده می‌کنیم و مطالعه می‌کنیم این هستش که تحت فشار قرار گرفتن روزنامه نگاران و رسانه‌های ایرانی حتی در خارج از کشور از سوی نهادهای امنیتی و یا حتی تحت فشار قرار گرفتن خانواده‌های اونها در ایران از سوی نهادهای امنیتی. همینطور به موضوع سانسور پرداخته که موضوع بسیار مهمی است در چنین جوامعی، از جمله در سه حوزه به موضوع سانسور در ایران پرداخته: سانسور در زمینه اخبار و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر، سانسور در زمینه کمک‌های مخفیانه جمهوری اسلامی به رژیم بشار اسد و یا حتی سانسور در زمینه موضوع برنامه هسته‌ای. همونطور که گفتیم سازمان گزارشگران بدون مرز یک سازمان غیرانتفاعی هستش و در این زمینه فقط به وضعیت رسانه‌ها در ایران نپرداخته، بلکه به وضعیت دیگر کشورها هم پرداخته، از جمله کشورهای همچون انگلستان و امریکا. و جالب هستش که در این مقایسه آماری با شگفتی از سقوط 13 پله‌ای
کشور امریکا در زمینه آزادی مطبوعات یاد میکنه، دلایل اون رو هم اعلام میکنه، از جمله مسائل اخیری که در یکی دو سال گذشته در امریکا اتفاق افتاده، مانند افشاگری هایی که آقای ادوارد اسنودن انجام داده و همین موضوع باعث این شده که تحت تعقیب قضایی قرار بگیره و این در این گزارش اشاره شده که چنین موضوعاتی در واقع باعث شده که امریکا یک سقوط 13 پله‌ای در زمینه آزادی مطبوعات رو داشته باشه. به هر حال همونطور که گفتیم این گزارش ها و گزارش های شبیه به این در واقع بیشتر موضوع و نظرشون این هست که با توجه به روی کار آمدن دولت جدید و وعده هایی که دولت در این زمینه داده تا چه اندازه این وعده ها تونسته محقق بشه. ما فراموش نکنیم که در همین یکی دو هفته گذشته پس از 4 سال کشمکش در نهایت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران موفق شد اون هم با شرط و شروط‌های مختلف از جمله تغییر اساسنامه یا تغییر هیئت مدیره فعالیت خودش رو مجدداً آغاز بکنه. بنابراین باید ببینیم که در نهایت گزارش‌های این چنینی که اشاره می‌کنه به وعده‌های دولت آقای حسن روحانی تا چه اندازه دولت آقای حسن روحانی می‌تونه در زمینه این وعده‌ها در واقع موفق عمل بکنه و تا چه اندازه می‌تونه فضای امنیتی که در کشور وجود داره این فضا رو برطرف کنه. اما پنتاگون با ابراز تردید درباره نزدیک شدن ناوهای جنگی ایران به مرزهای آبی آمریکا در عین حال اعلام کرد که رفت و آمد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی آزاد است. نیروهای دریایی جمهوری اسلامی کشتی‌های جنگی خود را به سمت مرزهای آبی آمریکا در اقیانوس اطلس فرستاده است و گفته می‌شود این عمل واکنش محافظه‌کاران به اقدامات اخیر حسن روحانی در راستای برگزاری مناسبات با غرب بوده است. تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکر کتبی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او به علت عدم حمایت از برگزاری رزمایش‌های نظامی و موشکی انتقاد کردند. در این تذکر کتبی که در صحن علنی مجلس خوانده شد، نمایندگان یاد شده از اینکه برای اولین بار طی 10 سال گذشته مجوز برگزاری رزمایش بزرگ سالیانه موشکی نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده و دستور لازم جهت تخصیص اعتبارات به منظور پشتیبانی طرح‌های اضطراری نیروهای مسلح صادر نشده ابراز تأسف کردند. این نمایندگان در تذکری دیگر همچنین از محمد جواد ظریف وزیر خارجه به علت عدم حمایت از پیشرفت‌های دفاعی کشور و جلوگیری از سفر هیئت‌های کارشناسی سایر کشورها در جهت توسعه توان موشکی به ایران سوال کردند. در این نامه از آقای ظریف پرسیده شده چرا باید وزارت امور خارجه با تحریک سفیر آمریکا در سازمان ملل از سفر هیئت کارشناسی کشورهای دیگر به جمهوری اسلامی جهت توسعه توان موشکی جلوگیری کند؟ نمایندگان امضا کننده این سوال توضیح ندادند که هیئت‌های کارشناسی کدام کشورها و در چه زمانی قصد سفر به ایران را داشتند. همچنین نگفتند که آقای ظریف چه اقدامی انجام داده است که از آن به تحریک سفیر آمریکا یاد شده است. اما در حالی که مجلس و تندروهای محافظه‌کار و به خصوص اعضای جبهه پایداری منتسب به مصباح یزدی این روزها مدام به روحانی حمله می‌کنند و یا با اقدامات سعی در چوبلای چرخ گذاشتن اقدامات دولت دارند، خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از 3 دور مذاکره فشرده و فنی با یکدیگر با انتشار بیانیه مشترکی برای 7 اقدام عملی دیگر توافق کردند. در بیانیه مشترک آمده است جمهوری اسلامی ایران و آژانس در خصوص 7 اقدام عملی که توسط ایران تا 25 اردیبهشت 93 اجرا خواهد شد توافق کردند. جزئیات اقداماتی که توافق شده به وسیله مدیر کل به شورای حکام آژانس گزارش خواهد شد. در همین راستا خبرگزاری ایسنا از قول یک مقام مذاکره کننده ایرانی که نام او را فاش نکرده نوشته است بازدید مدیریت شده از برخی مراکز هسته‌ای مثل معدن ساغند یزد و کارخانه تولید کیک زرد اردکان و نیز ارائه اطلاعات و توضیحات درباره برخی مسائل باقی مانده از جمله اقداماتی است که میان ایران و آژانس در این دور از مذاکرات به توافق رسید. و افزوده است که در مذاکرات 2 روز گذشته بحثی در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای تهران مطرح نشد. به گفته این مقام ایرانی درباره بحث‌های موشکی و دفاعی ایران هیچ صحبتی در مذاکرات صورت نگرفته است
و هیئت مذاکره کننده آژانس هم درخواستی در این باره مطرح نکرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره خواهان بازرسی از سایت پارچین در نزدیکی تهران بوده است که به باور آژانس ممکن است آزمایش‌های مربوط به ساخت سلاح اتمی در آن انجام شده باشد. ایران با رد این مطلب تاکنون از دسترسی آژانس به این سایت جلوگیری کرده است. مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تمرکز بر مسئله احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای تهران که روز شنبه در تهران آغاز شده بود، روز یکشنبه 20 بهمن پایان یافت. این مذاکرات در چارچوب توافق میان علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در 20 آبان ماه به امضا رسید، برگزار شد. پس از آنکه 2 روز پیش علی لاریجانی طی یک ماموریت امنیتی در مجلس تونس سخنانی تحریک‌آمیز علیه آمریکا بیان کرد که منجر به ترک جلسه توسط هیئت آمریکایی شد، کارشناسان گفتند که محافظه‌کاران برنامه‌های گسترده‌ای را برای مقابله با اقدامات روحانی تدارک دیدند تا سیاست خارجی او را هدف قرار دهند. در این خصوص نیروی دریایی ایران نیز در یک اقدام تحریک‌آمیز کشتی‌های جنگی خود را به سوی سواحل آمریکا فرستاد. در واکنش به این اقدام تحریک‌آمیز که به گفته کارشناسان به لحاظ اقتصادی نظامی هیچ اهمیتی ندارد، تنها نخست وزیر اسرائیل گفت حرکت کشتی‌های جنگی ایران به سوی سواحل آمریکا شاهدی بر رفتار تهاجمی ایران است. نتانیاهو گفته است این کار ثابت می‌کند که ایران توافق با قدرت‌های جهان را دنبال نمی‌کند و پس از لغو بخشی از تحریم‌ها به برنامه هسته‌ای خود باز می‌گردد. همچنین وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با ابراز تردید درباره نزدیک شدن ناوهای جنگی ایران به مرزهای آبی آمریکا در این حال گفت رفت و آمد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی آزاد است. ایران همواره به حضور کشتی‌های جنگی آمریکا در نزدیکی مرزهای خود اعتراض کرده و آن را تهدیدی برای امنیت خاورمیانه دانسته است. اما آمریکا و متحدانش میگویند هدفشان از فرستادن ناوگان جنگی به این منطقه تضمین آزادی کشتیرانی در این منطقه است. این منطقه محل عبور و مرور 40% از حمل و نقل دریایی نفت در دنیاست. مقامات جمهوری اسلامی بارها تهدید به بستن تنگه هرمز در خلیج فارس کردند. ریاض نشست فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره بحران سوریه را خواستار شد. به نظر می‌رسد این درخواست در ارتباط با توقف کمک رسانی به منطقه حمص به دلیل نقض آتش‌بس است. تیراندازی مستقیم به کاروان امدادی سازمان ملل باعث توقف این کمک رسانی ها شد. توافق برای آتش‌بس 3 روزه و رساندن کمک به غیر نظامیان در حمص نخستین نتیجه ملموس گفتگوهای ژنو 2 بود که در هفته پیش به منظور یافتن راه حلی برای خاتمه درگیری‌های سوریه برگزار شد. با وجود توافق ژنو 2 مبنی بر آتش‌بس 3 روزه جهت امداد رسانی به غیر نظامیان شهر حمص در سوریه، تیراندازی مستقیم به کاروان امدادی سازمان ملل باعث توقف این کمک رسانی‌ها شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این تیراندازی یکی از رانندگان کاروان بشردوستانه سازمان ملل زخمی شد و گلوله‌های خمپاره نیز به سوی این کاروان شلیک شده است. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس از انفجار 2 بمب کنار جاده‌ای در مسیر 2 کامیون امدادی سازمان ملل در حمص و زخمی شدن 4 بهیار همراه این کامیون‌ها خبر می‌دهد. مقام‌های دولت سوریه گروه‌های مخالف را مسئول حمله به کاروان سازمان ملل می‌دانند، اما مخالفان می‌گویند که تیراندازی و پرتاب خمپاره در حمص توسط نیروهای بشار اسد انجام شده است. در همین راستا، والری آموس، رئیس بخش کمک رسانی بشردوستانه سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای ضمن اظهار تأسف از این رویداد اعلام کرد سازمان ملل همچنان تلاش‌های خود را برای امدادرسانی به غیرنظامیان در سوریه ادامه خواهد داد. در رویدادی دیگر مرتبط با سوریه، بالگردهای دولت سوریه محلاتی در شهر حلب در شمال سوریه را بمباران کردند که بر اثر آن دست کم 15 نفر جان باختند. در همین حال و به دنبال توقف کمک رسانی به مردم حمص، عربستان نشست فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره بحران سوریه را خواستار شد. به گزارش شبکه العربیه،
عربستان سعودی یک شنبه شب خواستار برگزاری این نشست شده است و در تحول دیگر نمایندگان دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان برای انجام دور دوم مذاکرات موسوم به ژنو دو وارد سوئیس شدند. ریاست هیئت دولت را ولید معلم وزیر خارجه سوریه بر عهده دارد که شب گذشته با اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در ژنو دیدار کرد. در همین راستا یکی از اعضای ائتلاف ملی مخالفان به خبرگزاری ایتارتاس گفت ترکیب هیئت نمایندگان آن مانند دور اول مذاکرات خواهد بود. ریاست هیئت ائتلاف ملی را در دور اول مذاکرات احمد جربار رئیس این ائتلاف بر عهده داشت. دور اول مذاکرات 10 روز پیش در سوئیس برگزار شد. نیروهای دولت سوریه بیش از یک سال است که اجازه ورود آذوقه و دارو به مناطق تحت کنترل مخالفان در بخش قدیمی شهر حمص را نمی دهند. در حال حاضر در حدود 2500 نفر از غیر نظامیان ماهاست که در شهر حمص واقع در غرب سوریه که تحت کنترل مخالفان بشار اسد قرار دارد گرفتار مانده و نیاز شدید به آذوقه و دارو دارند. شهر حمص از نخستین شهرهایی بود که در سال 2011 شورش در آن علیه رژیم بشار اسد آغاز شد و نیروهای دولتی طی سال گذشته موفق شدند کنترل بیشتر محلات شهر را در دست بگیرند، اما چند محله واقع در بخش قدیمی شهر هنوز در دست مخالفان است. درگیری‌ها در سوریه از حدود 3 سال پیش آغاز شد و تاکنون 136 هزار تن کشته و تلاش‌های بین‌المللی که آخرین آن در قالب کنفرانس ژنو دو انجام شد در پایان دادن به این درگیری‌ها موفق نبوده است. عبدالله نوری وزیر کشور دولت خاتمی میگوید در انتخابات سال 84 که منجر به پیروزی محمود احمدی نژاد شد اصلاح طلبان منسجم نبودند و در سال 84 که این گروه پیرامون روحانی جمع شدند وی به پیروزی رسید. عبدالله نوری درباره انتخابات جنجالی سال 1388 سخنی نگفت. در حالی که بیش از یک سال به انتخابات مجلس دهم باقی مانده است اصلاح طلبان برای پیروزی در این مجلس آماده می شوند. پیشتر علی یونسی دستیار ارشد حسن روحانی در امور اقلیت‌ها از اصلاح طلبان خواسته بود برای مجلس آماده شوند و اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور هم گفته بود اصلاح طلبان حذف شدنی نیستند. عبدالله نوری از چهره‌های اصلاح طلب و وزیر کشور دولت محمد خاتمی خواستار انسجام اصلاح طلبان شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوری با اشاره به انتخابات 1392 که منجر به پیروزی حسن روحانی شد گفت باید بر اساس معیارهای وحدت آفرین به هم نزدیک شویم و نگذاریم عده‌ای در آتش فتنه بدمند. وی افزود در سال 1384 ما منسجم نبودیم و نتیجهش را دیدیم، اما امسال منسجم بودیم و گفتمان ما پیروز گشت. وزیر کشور دولت اصلاحات گفت مهم این است اهداف انقلاب تحقق پیدا کند، مهم نیست که به دست چه کسی باشد. این نظام با تلاش بیدلیل مردم مستحکم و مستقر مانده و تنها با وحدت مستحکم باقی میماند. نوری ادامه داد اصلاح طلبان باید از درون خودشان شروع کنند. ما باید از خودگذشتگی نشان دهیم و از توقعاتمان بکاییم و به هم نزدیک شویم. نوری در رابطه با انتخابات آینده مجلس گفت مهمترین خواسته ما برای انتخابات آینده تنها نفی افراط است. ما اصلاح طلبیم و اهل تعامل هستیم نه تقابل. این چهره اصلاح طلب در پایان هم با حمایت از دولت روحانی گفت نباید هر کس را که میانه رو و معتدل است به سازشکاری متهم کنیم. دولت جدید وارث مشکلات فراوانی است و بسیار تحت فشار است. ما باید شرایط دولت را درک کنیم. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که اعتراض نامزدهای اصلاح طلب به نتایج این انتخابات را به همراه داشت، اصولگرایان به شدت به جریان اصلاح طلبی تاختند و اصلاح طلبان شناخته شده از بدنه اصلی نظام به حاشیه رفتند. اما در سال 1392 و با روی کار آمدن حسن روحانی مجدداً اصلاح طلبان به قدرت بازگشتند. هرچند این قدرت گرفتن آنها با انتقادهای بسیاری از محافظه‌کاران و نمایندگان تندروی مجلس مواجه شده است، اما اصلاح طلبان به این اندک قانع نیستند و در صدد پیروزی در مجلس آینده هستند. در این خصوص تا کنون بسیاری از چهره‌های نزدیک به دولت
از جمله علی یونسی که دستیار ارشد روحانی است، خواستار آماده شدن اصلاح طلبان برای این موضوع هستند. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی میگوید اصلاح طلبها از بدنه اصلی نظام جمهوری اسلامی حذف شدنی نیستند و برگشتشان به صحنه یک امر قطعی است. وی تأکید کرده است که نیروهای اصلاح طلب باید بتوانند با نظام تعامل برقرار کنند. وی با تأکید بر اینکه اصلاح طلبها حتما باید برگردند به صحنه سیاست کشور توضیح داده است که به اعتقاد وی به دلیل بد عمل کردن مدیران احمدی نژاد شرایط برای اصلاح طلبها مهیا است و آنها قادر هستند مدیریت کشور را به دست بگیرند و حتی در یک رقابت خود برنده انتخابات بشوند. اصلاح طلبان در حالی برای انتخابات آتی مجلس آماده می شوند که میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح طلبان و بخشی از اصولگرایان در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در سال 1388 بودند که نتایج اعلام شده را نپذیرفتند و رهبری اعتراضات بعد از آن را بر عهده گرفتند. بازداشت و محاکمه فعالان سیاسی و اجتماعی و معترضان به نتیجه آن انتخابات و قتل بسیاری از مردم یکی از وسیع‌ترین سرکوب‌های صورت گرفته علیه نیروهای سیاسی و اجتماعی در سال‌های پس از انقلاب سال 1357 بوده است. اینک اما اصلاح طلبان سعی می‌کنند از حوادث خونین 88 عبور کنند. پیشتر محمد رضا خاتمی عضو ارشد جبهه مشارکت گفته بود اصلاح طلبان از نظام بابت حوادث 88 طلبی ندارند. شایان ذکر است حسن روحانی با وعده پیگیری خسارات حوادث خونین 88 از جمله رفع حصر سران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی به قدرت رسید. و اما پایان بخش برنامه این هفته ما گزارشی است از نشست جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در دانشگاه لندن در خصوص بررسی کارنامه 34 ساله جمهوری اسلامی که دعوت میکنم به اون توجه کنید. و اگر جبهه ملی واقعا به بختیار پشت نکرده بود، من بعید میدونم به این زودی آخوندها میتونستن این برنامه جهانی رو جلو ببرن. یعنی رسیده بود به اونجا که شاه رسید که گفت ملت صدای انقلاب شما رو شنیدم، یک ملیگرا بیاد نخست وزیر بشه، مگه الکیه ایران بشه هلند؟ شاه سلطنت کنه، دولت ملی هم بیاد حکومت بکنه، چند تا سازمانهای دموکراتیک به وجود بیاد، سندیکالیز رشد بکنه، احزاب متعدد باشن. نه، اینجا مرکز آشوب باید باشه. کما اینکه میبینیم بعد از این جریانات که حالا نگاهی به کارنامه جمهوری اسلامی میکنم و در اینجا اینو باید قید بکنم که واقعا در مورد شخص بختیار به طور مشخص و اون است که همیشه گفتم بختیار زیست اون گونه آن گونه که رست، بختیار رفت آن گونه که رست، آنچه میجست پیوست، زهی زندگی، مرگ و مقصود. اگر من ایرانی فرزند کوروش کبیر، رفیق شفیق خواجه شیراز حافظ، فرزند سعدی بزرگ که گفته زیبایش بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک پیکرند، بر سر در سازمان ملل متحد حک شده است، و من گرد آفرین استاد زبان پارسی فردوسی بزرگ، فرزند عطار نیشابوری و سی مرغش، هموطن عبید زاکانی و موش و گربهش، اگر من ایرانی که ادعا دارم هنر نزد ایرانیان است و بس، اگر باز هم من ایرانی که ادعا می کنم همه چیز را از همه مردم دنیا بیشتر می دانم، فقط و فقط به دلیل داشتن هزاران سال تاریخ تمدن پارسی، اگر من فرزند مولانا مولوی استاد عرفان، و سرانجام اگر من ایرانی دختر خیام نیشابوری که در مقابل همه چیز و همه چیز یک علامت سوال قرار می داد،
فقط و فقط تاریخ 100 ساله کشورم را خوانده بودم و پا تاریخ کشورم و تاریخ مبارزات آزادی خواهان عصر مشروطه کشورم آشنایی می داشتم. مشروطه خواهانی که چطور در صدر مشروطه سر یک آخوند مرتجع شیخ فضل الله نوری را به بالای دار بردند. البته من خود از مخالفان سرسخت اعدام می باشم. در سال 57 من ایرانی یک آخوند مرتجع دیگری را به تخت پادشاهی نمی رساندم. بعد از انقلاب اون قانون قصاص اومد، قوانین دیگه اومد که بسیاری از خشونت هایی را که در گذشته در ایران معمول بوده و مرسوخ شده بود رسم کرد. از سنگسار و شلاق و بریدن دست بگیرید که رواج بیشتری داشت تا در آوردن چشم و قصاص عضو و مانند اینها که نمونه هاش فراوان شنیدید. دسته دوم موارد نقض حقوق بشر که اون هم نهادینه شد در قوانین تبعیض هاست. ما دو نوع تبعیض نهادینه شده در قوانین جمهوری اسلامی ایران داریم. تبعیض جنسیتی است که نمونه‌اش بسیار شنیدید دیدید و میدونید که ارزش‌های نابرابر در کلیه سطوح اجتماعی از خانواده گرفته تا شغل، تا اشتغال، تا سفر، تا بسیار از موارد دیگه، تا اشتغال در مقامات دولتی و نمیدونم نامزدشده به ریاست جمهوری و امثال هم که تبعیض جنسیتی در ایران معمول شده و رواج داره. دامنش هم بسیار وسیعه. یکی هم تبعیض عقیدتی است. تبعیض عقیدتی میدونید که بر اساس عقیده انسان‌ها ارزیابی میشن و اون هم فقط تبعیض عقیدتی علیه اقلیت‌های مذهبی نیست، چون اگر نگاه بکنید می‌بینید که این تبعیض عقیدتی در یک به اصطلاح یک هرم پله‌ای ایجاد کرده که در برأس این هرم عقیدتی روحانی شیعه نشسته که از هر حقوق برخورداره. یعنی خیلی از مقامات هست که فقط خاص روحانیان شیعه است، مثل ولایت فقیه، مثل اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه و امثال هم که خاص روحانی شیعه است. و خیلی از موارد دیگه هستش که اگر خاص روحانی شیعه نیست ولی به دلایلی روحانیان شیعه درش دست بالا رو دارن. در 22 بهمن 57 فردی در ایران قدرت را به دست گرفت که به مردم وعده آزادی و بهبود زندگی داد، اما راه او جز کینه، اسارت، اعدام، فساد، فقر و فلاکت چیزی برای مردم ایران به بار نیاورد. در آن زمان هشدارهای فرهیختگانی چون دکتر شاپور بختیار و دکتر غلام حسین صدیقی و همچنین به عهده گرفتن نخست وزیری از طرف دکتر شاپور بختیار نتیجه نداد و این وضعی بر سر ایران آمده که امروز شاهد آنیم و سخنرانان قبلی به کارنامه جمهوری اسلامی به خوبی اشاره کرد. شعار نه غربی نه شرقی تبدیل شد به شعار مبارزه با غرب و آمریکا و همچنین زن ستیزی و کوشش برای محدود کردن حقوق و آزادی های زنان. و ما اگر خوب کار بکنیم، اگر واقعا شب و روز کار بکنیم، زحمت بکشیم و درست پیش بریم و مردم ما به این نتیجه برسن که این حکومت رو نمیخوان، به این تصمیم برسن، من اطمینان دارم که شرایط هم عوض خواهد شد. ما در ایران با انقلاب مشروطیت متساوی الحقوق شدیم و آحاد معناش این بود که آحاد ملت در برابر قانون مساوی هستند و در تمام مسائل جامعه و در استفاده از حقوق شهروندی تفاوتی بین هیچ شهروند نخواهد بود.
یکی از اولین اقدامات پس از تنظیم منشور ملل متحد و به تجویز منشور ملل متحد این بود که اعلامیه‌ای برای حقوق تنظیم بشه، اعلامیه حقوق بشر. و در اعلامیه حقوق بشر اصل تساوی هجی شد، به این معنا که علاوه بر اون چه که ما راجع به آن میدانستیم، تساوی بایستی از لحاظ جنسیت، از لحاظ مذهب، از لحاظ زبان، از لحاظ رنگ، از لحاظ نژاد باید رعایت بشه و تساوی کامل برخوردار بشه. صحبتش چی بود؟ آقای بنی‌صدر صحبت از بیان پاریس میکنن که اگه بیان پاریس پیشرفته بود بسیار اصلا اوضاع فرق میکرد و برای همین بود ما گول خوردیم. درست هم میگن، خیلی دیگران هم گول خوردن از بیان پاریس، به دلیل اینکه ایشون بر مبنای پرنسیپ های دینی خودش تقیه و تزویر و دروغ مصلحت آمیز رو گفتنش رو جایز میدونست. اون چه که میگفتن یزدی بهشون تلقیم میکرد، خیر، خود ایشون در تمام موارد زنها هم بله باید فلان بکنن، مذاهب مختلف باید فلان بشن، همه مساوی. هواپیمای آقای دکتر سنجابی به جای اینکه به کانادا بره و در بین الملل سوسیالیست ها که دعوتش کرده بودن به عنوان یک رهبر بزرگ از ایران در این جنبشی که در ایران شکل، رهبر بزرگ از جنبشی که در ایران شکل گرفته و میخواستن از او تجلیل بین المللی بکنن، هواپیما به جای اینکه به کانادا بره در پاریس فرود آمد و ایشون رفتن و سند در واقع تسلیم با خمینی امضا کرد. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردین. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای یک شنبه به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن پخش میشه. اگه موفق به دیدن پخش زنده اون نشدین، میتونین این برنامه رو در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنین و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که بر روی صفحه ظاهر شده میتونین نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. تا برنامه دیگر، بدرود.